الان که دارم این ویدیو رو براتون ضبط میکنم اوایل بهار هست و در کشور اروپایی و مسیحی جشن عید پاک یا همون ایستر رو برگزار میکنن. این جشن عید پاک رو هم یهودی ها دارن هم مسیحی ها دارن، اما فرقش اینه که یهودی ها توی این روز گوسفند قربانی میکنن و غذاهایی رو با گوشت درست میکنن و روی سفره میذارن، اما مسیحی ها توی این روز نان، آب انگور و شراب روی سفره میذارن و روی اون میزشون غذاهای گیاهی میچینن. یعنی توی یهودیت یک وعده گوشتخواری رو ترتیب میدن توی این روز عید پاک، اما توی مسیحیت یک وعده گیاهخواری رو ترتیب میدن و فرقش هم دقیقا توی همینه. حالا این موضوع از کجا میاد؟ این برمیگرده به اون شب آخری که مسیح با یاران خودش شام آخر رو ترتیب دادن و توی اون شام آخر روی سفره و میز فقط نان و شراب بود و مسیح این نان و شراب رو بالا میگیره و یه جمله خیلی معروف و تاریخی میگه که این جمله پیامهای خیلی زیادی داره. میگه که این نان بدن من است و این شراب خون من است و از این به بعد این نان و شراب رو به نام و یاد من و خون و بدن من و جسم من و خون من بخورید. و این میشه یه مراسمی که حالا هر هفته توی کلیساها برگزار میشه، سالانه یه بار یه جشن براش میگیرن و چیزایی که بعدن آدم ها خودشون به عنوان جشن و مراسم خودشون درست میکنن و به این قضیه اضافه میکنن، خرگوش و نمیدونم تخم مرغای رنگی و یک ضیافتی، ولی ما به اونا کاری نداریم. اگه این جمله ها رو از آخر به اول برای خودتون معنی کنین، مسیح توی این جمله داره میگه که بدن من از این نان تشکیل شده و خون من از این شراب و آب و انگور تشکیل شده. و یه موضوع مهمی هست اینه که مسیحی ها مسیح رو هم به عنوان یک انسان کامل و هم به عنوان یک خدا قبول دارن، پس این جسم بودن و انسان بودنش رو قبول دارن. و وقتی مسیح میگه بدن من این نان و شرابه، یعنی که من بدنمو از بچگی با نان و شراب و غذاهای گیاهی رشد دادم و بزرگ کردم و این نان هم نان پسخ هست که بدون خمیرمایه درست میشه و این از مراسم گذشته یهودی هست که داستانش حالا توی ویدیوهای دیگه ما گفتیم، آخر ویدیو براتون لینکاشو میذارم. بر اساس دین یهودیت یهودی ها توی این روز گوسفندایی رو قربانی میکنن و ازش غذا درست میکنن، اما مسیح روی صلیب رفت به عنوان یک قربانی کامل و بی نقص و بی عیب و نقص و بدون هیچ گناهی برای ما آدما تا جای اون گوسفندها قربانی بشه، تا دیگه ما از این بعد گوسفند قربانی نکنیم و گوشت نخوریم و از چیزای گیاهی مثل نان پسخ و آب میوه، آب انگور، آب میوه ها و اینجور چیزا تغذیه کنیم. پس این پیام مسیح هست که خودشو قربانی کرد جای تمام گوسفندها و برای گناهان ما. یعنی ما به جای اینکه گوسفندی بکشیم تا گناهانمون بخشیده بشه، همونطوری که در دین یهودیت و اسلام و دینهای دیگه هستش که گوسفند رو برای گناهانشون میکشن، مسیح اون بره خدا محسوب میشه و به خاطر همین هم میگم لمب آف گاد. و اون شهید شد، کشته شد روی صلیب تا هر کسی که به اون ایمان بیاره گناهانش بخشیده بشه. این پیام مسیح هست و پیام صلیب هست. احتمالاً خیلی از شما جستجوگرای بیننده این شبکه تو اروپا زندگی میکنین و توی آمریکا زندگی میکنین و فارسی زبونین و مسیحی هستین و به کلیسا میرین، یا اینکه براتون سواله و این موضوع براتون جالبه و ممکنه که شما قلبتون برای پذیرفتن این پیام هنوز آماده نباشه، چون تا حالا چیزایی که بهتون یاد دادن با این چیزی که من الان دارم میگم خیلی فرق داره. اما منم نمیخوام شما رو با این یه ویدیوی ساده که به مناسبت این روز داره ضبط میشه شما رو به امان خدا ول کنم. نه، اینجوری نیست. من خیلی ویدیوهای دیگه دارم که به صورت مفصل به این قضیه پرداخته شده و دلایل زیادی آورده شده و از انجیل و خیلی هم با کیفیت هست و این ویدیو رو لینکش رو این بالا زیر ویدیو و در آخر براتون میذارم که شما بتونید کلیک کنین ببینین اون ویدیو رو ببینین. و ازتون درخواست میکنم که الان زیر این ویدیو کامنتی نذارین و اگر فکر میکنین که این قضیه اینجوری نیست یا فکر میکنین که جور دیگه‌ای هست این پیام،
برین اول اون ویدیو رو کامل ببینین، چند تا ویدیو کوتاه و بلند هست در مورد این موضوع و یه ویدیو دیگه هم هست که در مورد گیاهخواری در عهد عتیقه که اون در زیر ادیت هست و وقتی که اومد بیرون اونم یه مدت کوتاه دیگه من سعی می‌کنم بذارم. و بعدش اگه واقعا بازم براتون سوال بود بیاین زیر این ویدیو سوالاتونو بپرسید، من بازم در مورد این موضوع ویدیو میسازم و سعی میکنم جواب همه سوالا رو بدم، چون این یه موضوع خیلی مهمه و یه پیامیه که داره جدیداً از انجیل دریافت میشه. یعنی 500 سال پیش کسی از انجیل همچین پیامی دریافت نمیکرد چون علم گیاهخواری هم نبود، ولی این پیام امروزه الان خیلی دارن این موضوع رو بررسی میکنن. من خودم اینو از انجیل و کتاب مقدس دریافت کردم، اما اگه برین انگلیسی روی اینترنت سرچ کنی خیلی ویدیوهای دیگه هم قبلن انگلیسی زبونه در مورد این موضوع ساختن. پس این یه موضوعی که هست اما هنوز خیلی درک نشده و باید روش کار کرد. اگرم از این ویدیو خوشتون اومده دمتون گرم، لایک کنین ویدیو رو و این شبکه رو سابسکرایب کنین و ویدیو رو برای دوستای دیگه تون که دوست دارین بفرستین. اما موضوع اینه که من تو این شبکه موضوعات مختلفی که خیلی هم جدیده میرم تو فیلم‌های سینمایی یا به صورت مستقیم توی کتاب‌های دینی یا هر جای دیگه میرم بررسی می‌کنم، تحلیل می‌کنم، میرم دربارش ویدیو درست می‌کنم و هر چیزی رو که من ازش سر در بیارم شما هم ازش سر در بیارید. پس دو تا از اون ویدیوهایی که در مورد این موضوع رو در آخر می‌ذارم و شما رو به خدای منان می‌سپارم.